نخستین تلاش بشر برای انحراف یک جرم آسمانی. ناسا روز گذشته فضاپیمایی را راهی فضا کرد که هدف آن برخورد به یک سیارک برای تغییر مدار آن است. این نخستین بار است که بشر تلاش می‌کند با هدف قرار دادن یک جرم آسمانی در مسیر حرکت آن تغییر ایجاد کند. هدف این ماموریت ایجاد آمادگی برای روزی است که اگر یک سیارک خطرناک در مسیر برخورد با زمین قرار بگیرد، بتوان مدار آن را تغییر داد تا با زمین برخورد نکند. مانند سیارکی که حدود 66 میلیون سال قبل باعث انقراض دایناسورها شد. فضاپیمای ناسا با نام دارت حدود 10 ماه دیگر به سیارک دیمورفوس میرسد و با سرعت 24000 کیلومتر بر ساعت با آن برخورد میکند. سیارک دیمورفوس با طول 163 متر حدود 11 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و دانشمندان میزان انحراف آن پس از برخورد را اندازه‌گیری خواهند کرد. خیز آمریکا برای احداث نیروگاه هسته‌ای در کره ماه. ناسا و آزمایشگاه ملی آیداهو از برنامه خود برای احداث نیروگاه اتمی بر سطح ماه خبر دادند. هم‌اکنون فراخوانی برای شرکت‌های مرتبط با راه‌اندازی نیروگاه اتمی در ماه ارائه شده تا برنامه بهترین شرکت مورد پذیرش قرار بگیرد. دانشمندان ناسا امیدوارند تا پایان سال 2030 به یک منبع انرژی مستقل به غیر از انرژی خورشیدی در ماه دست پیدا کنند. اتفاقی که باعث سهولت ماموریت‌های همراه با فضانورد در کره ماه خواهد شد. امکان حضور دائمی بشر در قمر زمین نیازمند دسترسی به یک منبع انرژی پایدار مانند انرژی هسته‌ای است. ناسا پیش از این نیز با آزمایشگاه ملی آیداهو در ساخت کاوشگر پشتکار که حدود 9 ماه قبل در مریخ فرود آمد همکاری داشته است. کشف شواهد استقرار انسان‌های اولیه در جزیره هرمز. باستان‌شناسان ایرانی از کشف شواهدی خبر دادند که نشان دهنده سکونت انسان اولیه در محوطه چند درخت جزیره هرمز است. محوطه چند درخت نخستین مدارک از استقرار انسان اولیه در دوره پارین سنگی در جزیره هرمز است. پس از محوطه بام قشم، جزیره هرمز دومین مکان در میان جزایر خلیج فارس است که شواهد استقرار انسان اولیه در آن کشف شده است. در بررسی‌های اولیه، اشیاء دست ساخته سنگی روی یک تراس ساحلی متعلق به دوره پارین سنگی میانی شناسایی شدند. دوره پارین سنگی میانی که از حدود 200000 سال پیش آغاز شد و 40000 سال پیش به پایان رسید، با حضور انسان نئاندرتال و احتمالاً انسان هوشمند باستانی در ایران همزمان است. کشف یک سلول جدید در قلب. دانشمندان موفق به کشف یک سلولی جدید در قلب انسان شدند که در تنظیم ضربان قلب نقش مهمی دارد. محققان امیدوارند با مطالعه بیشتر روی این سلول بتوانند درک بهتری از بیماری‌های قلبی عروقی پیدا کنند و در نتیجه درمان‌های مناسب‌تری برای این بیماری‌ها ارائه شود. این سلول تازه کشف شده از نوع سلول‌های گلیال است. سلول‌های گلیال از سلول‌های عصبی پشتیبانی می‌کنند. پیش از تایید وجود این سلول در قلب انسان، سلول یاد شده در قلب گورخر، ماهی و موش کشف شده بود. آزمایش‌ها روی گوره خرماهی نشان داد زمانی که این سلول‌ها از قلب خارج می‌شوند، ضربان قلب افزایش می‌یابد و نامنظم می‌شود. رکورد سریع‌ترین وسیله حمل و نقل الکتریکی جهان در دستان رولز رویس. هواپیمای تمام الکتریکی شرکت رولز رویس توانست رکورد سرعت هواپیماهای تمام الکتریکی جهان را جابجا کند. این هواپیما در روزهای اخیر توانست به سرعت 623 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند. رکوردی که نه تنها آن را به سریع‌ترین هواپیمای الکتریکی جهان تبدیل کرد، بلکه باعث شد این هواپیما به عنوان سریع‌ترین وسیله الکتریکی جهان شناخته شود. این هواپیما دارای پیشرانه‌ای با قدرت 500 اسب بخار و مجموعی از باتری‌ها با 6000 سلول است.